رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم. سلام دکتر. اول از همه من خیلی خوشحالم بعد از این مدت دارم تلاش میکنم تونستم با تون تماس بگیرم. دوم از همه دکتر، من نمیدونم از کجا شروع کنم که بتونم منظم بکنم کنار هم. نه خب اونه با من. شما بلند چند سالتون عزیز؟ من 27 سالمه. از کجا تلفن میکنید؟ من ونکوورم، 1 سال و 8 ماهه که اینجا ازدواج کردم. خب سب کنید، ازدواج اومدم. نه سب کنید، سب کنید. همسرتون چند سالشونه؟ 26. ایشون اینجا یعنی در ونکوور بودن که شما بعدن اومدید یا؟ بله ایشون اینجا بزرگ شدن. اینجا کلن از 7 سالگی اینجا بودن، ولی خب خیلی مثلا دوباره مثلا بعد 3 سال دوباره برگشتن ایران، دوباره 2 سال دبیرستانش مثلا ایران بوده، دوباره مثلا برگشتن اینجا، خیلی رفت آمد داشتن. بعد همینجا من خب نصب کنین قرارشون من بپرسم. به من بفرمایید که از چه طریق با هم آشنا شدید؟ من از طریق همین سوشال مدیا، ولی خب به خاطر اینکه من کلا اهل دوستی و اینا نبودم، موقعی که من ایران بودم سر کارم میرفتم، درسم خونده بودم، کلا خیلی بیزی بودم. یه کاری پیدا کرده بودیم با یکی از دوستام که معماری خونده بود از طریق آمریکا، مثلا چون معماری خونده بودم طراحی داخلی انجام دادم، مثلا کیچن و چندم جای کوچولو کوچولو کار برامون میفرستادن از طریق که بچه‌ها که آمریکا بود، پول برامون پیپال میکردن. ایشون بعد چند وقت منو فالو کرده بود و اینا، من مثلا همدیگر رو چیز کردیم، من دیگه استوریام رو ریپلای میکرد و اینا، بعد من مثلا توجهی نمیکردم اما خیلی. بعد یه مدت فهمیدم که اصلا از دوستای پسر عموی منه که اینجا زندگی میکنن، عموی من سال هاست اینجا زندگی میکنن و پسر عموی من مثلا از همکلاسی هاش بوده اینجا. اوکی، متوجه. چه مدتی با هم حرف زدید و کی هم دیگر رو دیدید؟ تقریبا 7 ماه با هم دیگه صحبت میکردیم تلفنی. بعد 5 ماه به من گفتش که من میخوام بیام ایران، بیا با هم دیگه ازدواج کنیم. من خیلی برام مسخره اومد، اصلا اهمیتی ندادم، توجهی نکردم، در این حد که چی میگی تو بابا بچه جون که مثلا الان تو میخوای بعد 5 ماه بیا خواستگاری من، از فکر کردم مثلا الان من بچه‌ام که مثلا داری به من اینجوری چیز میکنی. بعد توجهی نکردم، بلاکش کردم. شما نصب کنید، تو این 5 ماه چه مدتی با هم حرف زدید؟ مثلا فرض کنید 5 ماه 2 روز یه بار، 3 بار، چون تایم زون خب فرق میکرد. سر کار بودم نمیتونست من زنگ بزنم. آره نه زمانش چقدر؟ یه زمانی که آدم میتونه 4 ساعت در زمان، زمان 4 1 ساعت. بنابراین شما 5 ماه 2-3 روز یک دفعه 1 ساعت حرف میزدید؟ بله 1 ساعت 2 ساعت بستگی داشت دکتر. دقیقا بنابراین مثلا به 100 ساعت نمیرسیده گفتگوی شما؟ چرا؟ بعضی وقتا بیشترم میشده، ولی خب من راجع به چیز خاصی حرف نمیزدم. نه من بحثم رو چیز خاصی نه، نه عزیزم بذارید من یه عدد داشت شما قرار شد من سوال کنم، که من عدد بخوام توضیحتون نمیخوام. ببینید یه زمانی هست که من با یه کسی، من میخوام بیدم شما اگر فرض کنید هفته 2-3 روز صحبت میکنید در حد 1 ساعت، مثلا هفته میشه 5 ساعت، وقتی که شما ضرب 20ش میکنید که مثلا 5 ماهه میشه حدود 100 ساعت. برای من اون مهمه که شما بعد از 100 ساعتشون به این نتیجه رسید که میخواد با شما ازدواج کنه یا 500 ساعت. اون عدد رو میخوام. برای که 5 ماه با اون گفتگویی که شما میکنید اون درباره موضوعی مختلف، چون شما بعداً هم یه حمله ای به ایشون کردید که من چی فکر کرده و بچگانه است و فلان از این حرفا، من میخوام چون برخی از قطعه هست. یعنی یه آدمی اگر به من بگه من 100 ساعت تلفنی با کسی حرف زدم تصمیم به ازدواج گرفتم، منو به کمی متعجب میکنه، برای که کافی نیست. برای که من حتی گفتگوی 2 نفره‌ای که تصمیم به ازدواج بگیرن و احساس عشق و علاقه کنن یه چیزی مثلا گفتم 500 ساعت است. اونم چهره به چهره بیشتر بودش، راستش بیشتر بود. یعنی حتی ویدیو کال ما با هم صحبت میکردیم، شبای من صبحای اون، مثلا ببینید ببینید ببینید، صبر کنید قربونه. من از 2 تا آدم
تحصیل کرده انتظار جواب من به شما میگم چقدی با هم حرف زده بودید برای که اون عدد بوده فکر کنم داشت. حالا خب یه عددی به همینجوری بی... اصلا کسی که نمیخواد شما رو لیستش رو بدید یه زمان ببینید از این خیلی تفاوته. باز جمله رو تکرار میکنم که شما 100 ساعت حرف زدید یا 400 ساعت یا 300 ساعت خیلی فرق میکنه. بنابراین من میخوام ببینم یه مردی یه پسری 24-5 ساله بعد از 100 سال پسری که تو ایران اومده و رفته ولی در کانادا هم زندگی کرده و اینجاست بعد از چند ساعت به این نتیجه رسیده که این آدم رو میخوام برم ببینمش برای ازدواج. حالا اگر میگم من میخوام بیام که شناخت بیشتری از شما پیدا کنم مدتی با هم باشیم ببینیم چه میشه باز فرق میکرد. یادتون باشه من به این جملات شما اهمیت میدم ولی اینا خیلی فرق میکنه و فرق تفاوت داره. یکی کسی به من بگه ما با هم دوست دختر و پسریم یکی بگه ازدواج کردیم 4 تا بچه داریم خب خیلی این دوتا رابطه متفاوته. حالا اون پرسش ازش بگذاریم هر دوی شما فرزند چندمید؟ ایشون تک فرزنده دکتر. دقیقا هم به خاطر همین من به خاطر خانواده شده که الان من به مشکل خوردم و زنگ زدم. ایشون تک فرزنده خانواده هستش که الان تک شما... به 4 سنده از هم جدا شدم. شما چه؟ شما چند دومید؟ من فرزند سوم هم دوتا برادر دارم اختلاف سنیم 9 سال و 11 ساله. خب شما هم جاتون خیلی خوب نیست برای که بچه تنها هستید. خب شما گفتید معماری خوندید؟ بله. ایشون چی خوندند؟ هیچی ولی قرار بودش که من باش حرف می زدم. من کاری راجب قرار ندارم. آره با یه جوانی که در کانادا بودند و امکاناتی داشتند و مشکلات کنکور و دانشگاه رو نداشتن در اینجا درسی نخونن. خب از 18 سالگی بعد از دیپلم گرفتن چه میکردن؟ چند بار کالج رفتن ولی نتونستن تموم بکنن. از رشته ها در میومدن. دقیقا این اتفاق توی مسیر زندگیمون هم افتاد. موقعی که قرار بود ریال استیت بخونه تا آخرش خوند امتحان داد یه نمره کم آورد قرار شد دوباره امتحان بده رفت برای امتحان و هنوز که هنوز نتیجه شده نرفته. حالا الان توی یه سال اخیر تصمیم گرفته که بره مثلا برای پلیسی که رفته امتحان داده ولی هنوز خبری نشده بک‌گراند چکه. و من چون خیلی به دروغ گفته دکتر من دیگه باورش ندارم به خاطر همین مطمئن نیستم همه اینا که میشنوم راسته یا نه. خب ایشون آمدن ایران شما همدیگه رو دیدید درسته؟ درسته. در اون چه مدت ایران بودن؟ اولش من فکر نمی کردم که ازدواج کنم. گفتم اینجوری نیستش ازدواج که تو بیا یا ما با هم دیگه نه بیا راجب گفتگوها صحبت نکن. آره. ببینید عزیز همچی وقتی نداریم اونم کمک نمی. ایشون 2 ماه اونجا بودن. در اون 2 ماه به این نتیجه رسیدید که شما به هم میخورید به درد هم میخورید و به هم علاقمند شدید یا نه؟ از طرف من شک همش بود تو دلم ولی خیلی از برخوردش و جنتلمن بودنش و کلن این که خیلی فرق داشت با همه از نظر این که مردای ایرانی و پسرهی که تو ایران بزرگ شدن خیلی فرق داشت به خاطر آروم بودنش به خاطر این که انقدر محجوب بود من خیلی خوشم اومده بود راستش و فکر میکردم که پسر یکی آینده داره به خاطر یه سال اختلاف سنی دکتر شک داشتم. بس راجبه یک سال نیست کجا آینده داره؟ شما برای از زیر 2 تا برادر بزرگتر بودید برای جامعه ایران بعدم به معلومه که ایشون روش و منشش در جهت ارتباط با دیگران و یا دختر خانوما یا خانوما متفاوته. اون قریب عادی است انتظار در یه جامعه پدر سالار مرد سالار پدر تبار پدر بومی ایران رو شما با کانادا که نمیتونید مقایسه کنید اینجا بودن ولی آینده داره ایشون که به شما در 23-24 سالگی نشون ندادن که لیسانس و فوق لیسانس دارن چجوری آینده داره؟ به حال همه من دوستای من همه کسایی که میشناختم و کانادا زندگی میکردن لند آف اپورتونیتی پس این چیزایی بودش که من میدونستم و من فقط میخواستم به عنوان یه اگه بتونم همسر خوب باشم با هم دیگه دوستمون تلاش بکنیم که مثلا اون به یه جایی برسه من به یه جایی برسم دوتایی با هم دیگه بسازیم. منظورم این بود دکتر که یعنی دوتایی با هم دیگه بسازیم که بتونیم آینده داشته باشیم. من از روی صفر بنا کردم قضیه رو. یعنی چی؟ شما از روی صفر وقتی بنا میکنید که 18 سالتونه
ولی اگر 5 سال 6 سال گذشته همچنان صفری که دیگه نمیتونید روی صفر بنا کنید، شما روی منفی منفی بنا میکنید، چون 6 سال از دست دادید. یعنی مثلا تخیلات شما رو نمیفهمم، تصوراتتون رو. حالا از اون بگذاریم. خیلی خب، شما آمدید اینجا، ایشون توی این مدت این گونه که من شنیدمتون خیلی رعایت کاری، حالا نمیخوام برن احتمالا در کادر پلیس بخوان افسر پلیس بشن. اتفاقات زیادی افتاد دکتر. من تقریبا تو این 2 ساله که اومدم، موقعی که برای خواستگاری من حالا پدرشون اومدن و قولهایی که به پدرم دادن که ما برشون کمک میکنیم که حالا بخوان داون پیمنت بذارن، خونه بگیرن و اینا، وارد اینجا که شدم ویزای من خیلی طول کشید که اومدم، چون به کووید خوردم و اینا، همه این حرفاشون رو زدن زیرش دکتر. هرچی قول داده بودم به پدرم، حتی من یه روز صبح روز تعطیل تو خونه بودم با همسرم، بحثم شده بود که چی شد پس ما چرا نمیریم یه خونه یه خوابه خیلی کوچیک داشتیم، که چی شد که مثلا پدرت گفته بود و اینا، که رفته بود به پدر مادرش زنگ زده بود، اونا اومده بودن با اینکه طلاق گرفته بودن، ولی همچنان توی خونه بودن که بخوان بفروشن و کاراشو بکنن که سهم همدیگر جدا کنن، یعنی نصف کنن و برن واسه خودشون خونه بگیرن. بعد تقریبا چند ساعت دیدم مامان و باباش، من همون بودم، اومده بودن نشسته بودن روی مبل جلوی من که بیا بیرون و فلان حرفا. من اومدم انگار که مثلا منم اینجا فامیل فقط عمومو داشتم، کسی نداشتم، که آره ما وظیفه ای نداریم که خونه بگیریم برای شما فلان حرف. گفتم درسته، منم اشاره نکردم که شما گفته بودیم به پدرم که این کار میکنیم. از حالت مستاجری تبدیل شده که گفتم حالا مثلا من اینجا شرایطم خیلی بده و اینا، بریم یه خونه دیگه بگیریم با همون امکانات و همون مبلغ و اینا، بریم یه جای دیگه اجاره کنیم. قبول کردش همسرم رو، داشتیم این کار میکردیم. این وسط ها خیلی مادرش دخالت میکرد، خیلی پدرش دخالت میکرد، مخالف بودن اصلا ما جا به جا بشیم. بعد از اینکه جا به جا شدیم و بعد یه ماه من مادرم از ایران اومد، پدرم از ایران اومد، پدرش اونجا که بودیم داشت کمک میکرد برای اجاره به پسرش، و پسرش هم کلان کارش با خودشون، کارشون با همه. یعنی برای پدرش کار میکنه، مثل یه امپلوی داره چیز میکنه، پدرشون حقوق میگیره. شغلشون شغل پدرشون، یه ترانسپورتیشن کمپانی دارن که مثلا درایوینگ میکنه و اینا. نه نفهمیدم ترانسپورتیشن کمپانی یعنی چی. برای هم کار صنعتی، کامیونایی که برای صنعتی میبرن. چند تا کامیون دارند؟ کلا 5-6 تا. اون وقت یک شو پدر یک شو پسر رانندگی میکنه؟ نه بله، پسر راننده میکنه، راننده هم دارن، دیسپچ هم میکنن همزمان. من کاری با اونا ندارم، من میخوام ببینم ایشون چه میکنه عزیز. رانندگی. اوکی، حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم. من حالا یه اطلاعاتی دارم، فقط یه سوالی رو شما یه اشاره که پدر و مادرتون آمدن به کانادا برای سفر، برای اینکه بیان. من متوجهم، من متوجهم، خواستم اونو بدونم. حالا برمیگردیم راجبش سوال دارم. و اونا این شرایط رو دیدن و باش خوشحال راضی بودن یا نه؟ شرایط رو دیدن، خوشحال راضی بودن، ولی به حرفای من توجه نکردن دکتر، به خاطر اینکه فکر میکردن که من دارم بهونه گیری میکنم و از شرایط چینه، مثلا اول زندگی همینه و معمولا همه سختی داره. و حتی مامانم به خاطر چند بار که عصبانی میشدم به همسرم مثلا حرف میزدم رو پدرش یا مادرش که همچین کاری کردن، مامانم به زور همچنانم داره به من میگه که تو باید دارو مصرف بکنی. دارو؟ اوکی، پس مادر دکترم هستن که فکرم بیماری شما چیه که با دارو مصرف؟ بله دکتر. اوکی، پدر مادر الان برگشتن به ایران درسته؟ همون یه ماه بعدش برگشتن ایران، و بعد از اینکه مامانم اینا اومده بودن اینجا، دیگه پدرش هیچ جوره به ما برای اجاره هیچ کمکی دیگه نکرد. یعنی ما با هم به پدر مادر کی برگشتند؟ دقیقا یک ماه یعنی اپریل اومدن، می رفتن اینجوری. اوکی، اپریل و می همین امسال یعنی پارسال. بله بسیاری. اوکی، یعنی 6-7 ماه. مرسی دکتر. من میشه لطفا دو تا چیز رو بگم قبل از اینکه شما صحبت؟
بفرمایید. اگه یادتون باشه توی صحبت قبلیمون گفتم من موقعی که 5 ماه صحبت کردم من ایشونو بلاک کردم و چی شد که دوباره رابطه برگشت؟ این بودش که پدر ایشون به من مسیج دادن توی اینستاگرام که مثلا من میخوام با پدرت آشنا بشم و به صورت رسمی باشه و فلان حرفا، یعنی رابطه ما توسط پدر ایشون برگشت. و بعد مثلا 2 ماهی که ایشون ایران بود، ایشون در واقع 3 ماه ایران بودن چون مشمول بود و بعد برمیگشت، 2 ماهی که ایران بود، ماه سوم پدرشون که اومدن مثلا 10 آذر اومدن ایران، 14 خونه ما بودن با خانوادهشون و اینا. بعد که خیلی همه چی رو قبول میکردن، به پدر من دیگه اصلا استرس بود، اونجا اصلا چیزی دیگه نداشت که بگه. این داستان خب شما چرا پدر مادرتون وقتی آمدن و اونا یه مقدار قول و قرار گذاشته بودن که پدر مادر در جریان بودن، اون مسائل و موضوع مطرح نشد با توجه به اشکالاتی که وجود داشت؟ مامانم چند بار زنگ زد به پدرشون به مادر من گفتن چی کارشون دارین، دارن زندگیشون رو میکنن. چون من اون لحظه که پدرشون گفت ما وظیفه نداریم، اومده بودن خونه بالای سر من، در واقع من گفتم بله وظیفه ندارین و اینا، ولی روز به روز داشتم اون چیزهایی که خواسته بودم، حتی مهریه‌ای که با هم دیگه دیل کرده بودیم خودمون دوتایی رو، باباش قبول نکرد و کمتر شد. یعنی روز به روز اون قولایی که همسرم به هم داده بود داشت همش شکسته میشد، همش داشت پوچ میشد. من میفهمیدم که اصلا دیگه نمیتونم بهش اعتماد بکنم، روی حرفایی که میزنه نمیتونم اصلا چیزی بسازم، چیزی تصور بکنم برای آیندم یا هر چیز دیگه. رسیدیم به بعد از رفتن مامانم اینا، دکتر 1.5 ماه بعد از اینکه مامانم اینا رفتن، مادر ایشون که اینجا خونهشون رو فروخته بودن و خونه واسه خودشون گرفته بودن و اینا، حالا بحث مادر شوهری زیاده که اصلا نمیخوام واردش بشم، انقدر صحبت های شما گوش دادم که اینا برای من حاشیه است. بعد از اینکه مادر ایشون تصمیم گرفتن که کلا برای همیشه مثلا که برن ایران، چون اینجا زندگی تنهایی خب خیلی سخته و اینا، و توی رفتاراشون گفتن که، یعنی حرفاشون گفتن که من مثلا بیام اونجا اگه اشکاری نداره، من مثلا خونه پسرشون چه اشکاری داره، من خواهش میکنم و فلان و این حرفا. دیگه اومدن اینجا 3 ماه اینجا بودن، خونهشون رو دادن اجاره و همه اینا بحثای فاینانشالی قضیه است که ایشون حالا نمیتونه افورد بکنه با اینکه حالا خواهرشون اینجا زندگی میکردن، اومدن اینجا که ببینن که داستان از چه قراره. دکتر از نظر رابطه من و همسرم، رابطه‌مون به صفر رسید تمام طول مدتی که مادرشون اینجا بودن، توی 3 ماهی که اینجا با ما زندگی کردن. منو به صورت ذره‌بین زیر نظر داشتن، منم سر کار می‌رفتم و امور حتی آشپزخونه و چیزایی که حالا یه دختر براش مهمه که حالا خونه احساس کنه خونه است براش، از من گرفتن. حتی بشقابی که جاش همیشه مثلا حالا مثلا همسرمان یه جا میشه، مادرش یه جا، من یه جای دیگه، موقعی که پسرشون نبود بشقابشون رو جایی میذاشتن که دقیقا بگن که تو اینجا هیچی نیستی، بعد از پسرم منم که اینجا مثلا خانم خونم، یه همچین دکتر احساس و طرز برخوردی با من داشتن. ظاهر کاملا مدرن ولی برخورد کاملا ببخشید ولی اولد اسکول. بعد تمام این مدتی که من ایشون اینجا بودن، من تمام سعیم میکردم احترام بذارم و دوستاشون و کسایی که دختر داشتن و یه جوری برای من بولد میکردن و مسیج هایی روی گوشی همسرم میدیدم که مادرش بهش میداد که مثلا اینو بهار نفهمه، مثلا اینو مثلا فلانی نفهمه، مثلا من نفهمم. یعنی بعد تمام مدت من توی علامت سوال بودم که این که با من تو رفتار ظاهریش که خوبه، اوکی ظاهری قضیه، منم ظاهری فهم کنم. روز آخر من با یه مشاوری که از ایران پیدا کردم شروع کردم صحبت کردن از اپریل قبل اینکه مادرم اینا بیاد. بعد تمام مدت بهش داشتم حسی که در مورد مادر شوهرم گرفته بودم و بهش میگفتم و میگفتش که به هر حال چیزی که پدر مادر جدا. حالا اینا اصلا موضوعی مهمی که من و شما رو خط رادیو داریم بحث میکنیم، شما چرا این حاشیه بیخودی کجاست؟ آخه بعد روز آخری که داشت میرفت دکتر با من دعوا شدید. آره. روز آخری که داشت میرفت با من دعوای شدیدی کرد، در حدی که همه یه چیزایی که مثلا بودش رو انداخت گردن من، تو یه کاری میکنی پسرم بیاد از من پول بگیره، تو یه کاری میکنی فلان، تو یه کاری میکنی بیسار، همه چی انداخت گردن من، با دعوا و داد از خونه رفت بیرون، منم تنها بودم.
بعد که رفتن 5 روز بعد از مادر ایشون، پدرشون از ایران بعد 7 ماه رفته بودن و امور کار دست ایشون بود و این 7 ماهی که پدرش نبود از سر کار در واقع نمی رفت و تلفنی هندل می کرد و همش کنار من بود. من یعنی فضای شخصی هم نداشتم اون تا که مادر ایشون هم اونجا بود. بعد که ایشون رفت 5 روز بعد پدرشون اومد. بعد 5 روز پدرشون از در اومده، من عزت احترام به من قرص روان پزشکی تعارف میکنه، بیاین آرام بخش، حالتو خوب میکنه. متوجه شدم که اینا با هم دیگه حرف زدن، با اینکه از هم دیگه جدا شدن ولی تیم خیلی قویه. حالا ممکنه شما من بگید به دست از سر پدر مادر برداری، دو تا چیز برای من مطرحه. اولا بین خودتون شما دوتا چه میگذشت تو این مدت؟ خیلی عوض شده دکتر، خیلی عوض شده. نه نه نه، خوب و بدش مهمه، عوض شده رو کاری ندارم. او با شما چگونه رفت؟ بسیار. بعد از اون در جهت اگر شما حرفی درباره پدر یا مادر به همسرتون میذارید، ایشون با پاسخش و واکنشش چی بود؟ واکنشش اینجوری بود که حق داری اوایل، ولی هر چیز که جلوتر رفت گفتش که اونا که دیگه رفتن زندگی تو بکن. نکن. خب الان به من بفرمایید، الان که پدر با شما نیستن هستند؟ نه، بعد از 3-4 روز ایشون هم با دعوا رفتن از خونه. اوکی. این کی اتفاق افتاد؟ چه مدت قبل؟ 4 ماه پیش. اوکی. خب به من بگید تو این 4 ماه بعد از رفتن پدر بین شما و همسرتون چه گذشته؟ هم از 6 ماه قبلش که گفتم تو، اصلا ما رابطمون که کلن به صفر رسید. من چند بار دکتر وقت گرفتم که بریم با هم دیگه مثلا. مقصودتون از رابطه به صفر رسید یعنی چی؟ بله. الان رابطه جنسیتون به صفر رسید یا اون بود؟ بله. نه بله، رابطه جنسی کلن قطع. بنابراین شما 6 ماه رابطه جنسی با همسرتون ندارید؟ تقریبا بله. تقریبا. دوم این که آیا فکر کنید عشق و علاقه و محبتی بین شما دوتا هست؟ از طرف ایشون من شک کردم، ولی اگر از طرف من نبود من الان اینجا نبودم دکتر. یعنی چی؟ شما چه علاقه ای به ایشون دارید؟ برای چه چیز ایشون رو دوست دارید؟ اون پدر، اون مادر، اون رفتار خودشون، اون دروغا، اون پنهانکاری ها، شما هنوز ایشون رو دوست دارید؟ من روی این حسابی که سعی کردم دکتر، مثلا خیلی مسخره است، ولی سعی کردم زندگی مو حفظ کنم، چون من خودم کدوم زندگی؟ کدوم زندگی؟ شما یعنی یه زندگی خوبی دارید که میخواید حفظش کنید؟ من فکر کردم دکتر جوونیمو به خاطر اینکه حالا اشتباهاتی که به وجود اومده، یعنی میخوام سعی کنم درستش کنم دکتر. من برای این زنگ زدم. چی رو درست کنید؟ شما هیچ چی رو نمیتونید درست کنید. شما با همکاری هم میتونید هر چیز رو بخواید درست کنید، ولی شما که نمیتونید زندگی رو درست کنید یا ایشون رو درست کنید یا ایشون رو عوض کنید یا ایشون رو به هر حال اگر اشکالی هست رفع کنید. آخه اصلا همین چیزی که هیچ کس نکرده که شما نفر دومش باشید. الان به نظر شما مسئله که ارتباط من نظرم نه نظری ندارم. من میخوام ببینم که شما ببینید عزیز، دیدید که در همون آغاز من متوجه شدم با توجه به فاصله که با دوتا برادر دارید و شرایطی شما، دارید کاملا در یه دنیای خیالی و ذهنی زندگی میکنید، خیالی و ذهنی. بعدم مورد و مسائلی که براتون مهم بود باز اونو به من نشون داد. مثلا من با توجه به حرفای او بلاکش کردم با استوار کردم. پدرش زنگ خب زد که زد، اصلا چه اهمیتی داره؟ میدونید یعنی قرار نیست که تعیین کننده ادامه ی رابطه درخواست پدری در مورد پسرش یا دخترش باشه. زد که زد. یا با پدر شما صحبت کرد یا اینکه ما میخواییم بیام. شما اصلا خودتون به هیچ جا نرسیدید، او میخواد بیاد رسمی کنه. چی رسمی کنه؟ یعنی مثلا این ترکیبی که گفتم بستن یه الاغ به یه اتومبیل آخرین سیستم هست که ما یه جا مدرن و پیشرفته ایم، یه جا سنتی مربوط به چند هزار سال قبل رو نمیفهمم. که حالا وسط اینکه پسر و دختری دارن با هم حرف میزنن به این نتیجه رسیدن که مثل که مسائلی هست یا مشکلاتی هست و به هر حال نمیخوان با هم دیگه حرف بزنن. پدر به اون پدر حرف بزنه
مثلا چه جایی داشت که پدر شما با شما حرف بزنه یا شما به خاطر پدر او حرف بزنه؟ یعنی این دوگانگی موضوع و مسئله الان منه. الان هم شما من میفرمایید که ما بینمون البته تعجب باز میکنم، از جانب او مهر و محبتی نیست بین ما، تمایل جنسی نیست، رابطه جنسی نیست، چند ماهی است. دکتر که دیشب ما با هم یه حالا صحبتی داشتیم، توی صحبتی که داشتیم من چند وقت پیش خیلی ناراحت شده بودم، گفتم منی که برای تولد 40 سالگی من حتی برنامه ریزی میکردم، همچین آدمی بودم، همچین دختری بودم، الان به یه جایی رسیدم که خودمو گم کردم. میخواستم هم درس بخونم، میخواستم این کارو بکنم، قرار بود تو هم بری درس بخونی، قرار بود تو هم بری یه کاری رو شروع بکنی، تا کی میخوای بر بابات کار بکنی، تا کی میخوای اینجوری مثلا ادامه بدی؟ برگشت به من گفتش که ما به تایم نیاز داریم، یه طوفانی اتفاق افتاده، داریم سعی میکنیم ازش بیایم بیرون، داریم سعی میکنیم. اوکی، داریم سعی میکنیم، پس چرا من وقت دکتر میگیرم؟ چرا با من نمیاد؟ چرا هرچی که من میگم میخوای بپیچونی؟ یا مثلا یه دروغای الکی گفتی؟ من دیگه به دروغ نمیگم. هر بار که به من اینو گفت که به دیگه دروغ نمیگم، باز یه دروغ دیگه در اومد. و الان من احساس میکنم دوست من خیلی تنها شدم اینجا و هیچ کمکی ندارم. من اصلا چرا... کسی کمک نیست. شما قرار شما اجازه بکنم مثل که من برگردم بگم من اینجا تنها شدم، کمکی ندارم که لباسمو تنم کنم یا نهارمو بخورم. شما چه احتیاج به کمک؟ بعد مثلا ورز کنید اگر میدونم پدر مادرتون اونجا بودن که تازه به نظر من اوضاع رو بدتر کردن. حالا داستان کمک نیست عزیز، موضوع این است که من و شما یه سری کارها رو در حد درک و فهم و توانمون از که انجام بدیم اونا رو انجام میدید یا نمیدید و احتیاج ندارید به بقیه. شما حرفایی که میزنید اگر دوستتون میامد برای شما این داستان رو تعریف میکرد و مطمئنم بسیار روشن و مشخص براش پاسخی داشت. خب دیشب که با هم گفتگو کردید بالاخره به چه نتیجه ای رسیدید؟ دادا هر بار که با هم حرف میزنم من آروم میشم. وقتی که مثلا الان جدیدن من خیلی دکتر پرخاشگر شخصیت پرخاشگری گرفتم، موقعی که بعد از اینکه پدر مادرش با من اونجوری حرف زدن احساس کردم برای من نقشه چیده بودن. احساس میکنم چون پسرشون هیچ فعالیتی نمیکرده قبلش و من شدم براش انگیزه و بعد اینکه من اومدم چیز کردن، اصلا یه کاری کردن که پسرشون یه تکونی بخوره، فکر کردن معجزه شده. و بعد از اینکه من اومدم اینجا و زندگی من از حالت ماحصلش در اومد، همه چی برگشته به حالت اولش. یعنی اونا منو حسالم همینه، یعنی اونا فرضشون این بود که دختری با ویژگی شما که احتمالا نمیشناسن بیاید اینجا پسرشون را میندازید. من شما... بعد از که اومدم اینجا متوجه شدم او داستان از این قرار اینجوریه اونجوریه. و بعد از این اتفاقی که افتاد مادرشون با این حالت از خونه رفتن، اصلا دکتر آبروی منو بردن تو همه کامیونیتی که اینا خودشون من مثلا معرفی کردن، بردن به همه گفتن، به همه گفتن پشت سر من. گفتن چی؟ متوجه میشم دیگه، اصلا این سوشال مدیا که اونو منو مثلا آنفالو کردن، ریمووم کردن، یا اصلا مثلا دیگه هیچ فیدبکی نمیدن. خب حالا شما ممکنه من بفرمایید برگردیم سراغ اون سوال خودتون چه؟ ببینید عزیز، شما معلومه خب یه دختری هستید با ویژگی های خاص خودتون، زمین یه تصمیم برای خروج از ایران و بعدن جدا شدن و انجام معجزه و به نوعی نمیدونم فقط یه پسری به صرف این که اون حالت پرخاشگری یا نوعی از برخورد نامناسب اجتماعی رو نداره برای این مبنا قرار دادید و گرفتید، بعدم متوجه این واقعیت به نظر میرسه بر اساس حرفاتون نشدید که بسیاری از آدمای آروم آروم نیستن افسردن، بسیاری از آدمای آروم آروم نیستن بی‌طرف و بی‌تفاوت و بی‌خاصیتن. میدونید اینها رو با هم مخلوط کردید، ولی حالا اونم گذشته، البته اگر چنینه من که نمیدونم. الان فکر میکنید همسر شما در جهت ازدواج با شما چی فکر میکنه؟ و آیا فکر میکنید کار درستیه؟ میخواد ادامه بده؟ کسی که حتی تمایلی از نظر جنسی در سن 26-27 سالگی به شما نداره؟ دکتر از اینکه من بخوام برم خیلی میترسه. چرا؟ چرا؟ به خاطر جدایی پدر مادرش اصلا خیلی بد، اصلا دکتر اینجا همه با من بد رفتار میکنن الان از دوستای خودش. من... ماماناش اینا. نه چرا موضوع رو عوض میکنید؟ من میگم ایشون چرا شما رو میخواد؟
میخوام ربطش رو بگم دکتر، یک ثانیه فقط. این که این چون پدر مادرش جدا شدن ترس جدایی رو داره، اصلا تو این سن و سال جدا شدن پدر و مادرش برای بهشون فرزند تکه، چی میسازی عزیز؟ ترس از جدایی که مثلا من به شما من گفتم چرا این رو میخوام. ببینید شما همش همین بازی رو در آوردید، علیت رو با واقعیت چرا اشتباه میکنید؟ من نگفتم چرا ایشون میخواد، من میگم ایشون الان میخواد چی کار کنه، شما به چه دردش میخورید؟ زنی که حتی تو خونه است که با پدر مادرش در حال جنگه، خودش هم گرفتاره، رابطه جنسی هم چند ماهی است با همسرش در این سن و سال نداره، ایشون برایش چی شما رو میخواد؟ یه نکته ای دفتر، من 1.5 ماه اینجا، ولی 1.5 ماه من سابقه کار اینجا درست کردم و الان فقط این 2 ماه اخیره که سر کار نمیرم و کارمو به خاطر اینکه از دست دادم، به خاطر شرایط روحی که اصلا نمیتونم فوکس کنم. یعنی ایشون شما رو به عنوان نوعی پرووایدر رو تولید کننده آوردند، امیدوارم اذیت نشی، امیدوارم از پدر مادرش هم به عنوان کلفت. خدمتکاری که درآمدم داره، من میخوام ببینم واقعا شما رابطه رو چگونه میبینید، نگاه پدر و مادر ایشون و خود ایشون به شما کجاست، شما رو به عنوان چی میبینند؟ یکی که درآمدی داره، یکی که اومده از پسرشون مواظبت مراقبت کنه، براش مادری کنید، چی فکر میکنم همه اینا داره. و شما فرضتون این است که 60-70 سال زندگی آینده تون رو میخواید در این نقش و در این انتظار بگذارونید که بعد اون حرف عجیب و غریب رو به من میزنید که همجوری من مات بیمونم، مجبورم بهتون بگم غیر از خودخواهی چی من اینو دوست دارم؟ چی شو دوست دارم؟ نه شما اینجوری فکر میکنین که هیچ جوره درست نمیشه، هیچ چیزی درسته؟ ما چی درست میشه عزیزم؟ من تا به حال ندیدم زن و شوهر چیزیشون درست بشه. اصلا این حرفا که اول اختلاف داریم بعد درست میشه سالها و اول، اینقدر مزخرف و تو خالی و بیمعنی کردن. ای بسا درست عکسشه، ای بسا در سالهای اولی که نوع مسائل یه جوری دیگه است بعد عوض میشه، بعد 5 سال بعد 10 سال بعد میزان جنگ و جدایی و دشمنی 10 برابرم 5 برابرم 2 برابرم میشه. اصلا همه چیزم توی مادر اشتباه بوده دکتر، حتی خطی که مشاور روانشناس داره به من میده، حتی خطی که توی مادر تماما مامانم داره به من میده که برو الان دارو مصرف کن، یا همه خشم من از دارو. نه دارو برای چی مصرف کنین؟ به خاطر خشمم دکتر، خیلی بد عصبانی. نه یعنی خب خشم عصبانیتون از کجا میاد؟ از همین که طرف من همه چیزی که گفته دروغ بوده و خب نفهم. پس با اون وقت اون مادر خودخواه و نادان شما با اون روان نشناس شما حرفشون این است که تویی که عصبانی هستی به خاطر اینکه به حریم و حقوق و حرمت و همه چیز تجاوز کردند و انتظارات و توقعات عجیب و غریب، تقصیر توئه، تو باید بری دوا بخوری. من اصلا باور نمی کنم این موضوع رو. ببینید دختر باهوش و عاقلی هستی، من نمیدونم چرا اینا رو سر جاش نمیگذاری. مادر تو معلومه چی فکر کنه، یه زن به هر حال در یه جامعه مانده ایران دختر شوهر کرده رفته کانادا و خیلی میگه ای وای خوش به حالش، مبارک باشه، فکر این که مثلا دخترش جدا بشه همه چیزش رو به هم میریزه. او که به فکر تو و آینده تو نیست، ای بود که این وضعیت به وجود نمی آمد، او فقط فکرش اینه که آبروش نره. و در هر صورت دکتر من الان نمیدونم، چاره‌ای در خودم نمیبینم فعلا تا یه مدت طولانی که بخوام باید زندگی بکنم، چون الان من نمیتونم برگردم ایران به خاطر شرایطی که اتفاق افتاده و شرایط خانوادگیم، نه الان میتونم مستقل بشم و من نفهمیدم نه اینکه من پیشنهاد در رفتن به ایران دارم، چرا نمیتونید برید ایران؟
به خاطر اینکه دکتر من از اولش هم میخواستم مهاجرت بکنم. برابر این شما میخواید از امکان اینکه یه مدت اینجا بمونید و بعدن شهروند اینجا بشید استفاده کنید و در کانادا بمونید، درسته؟ بله. حالا خب برابر این یه هدفی است که شما دارید و فکر کنید در چارچوب ادامه این ازدواج حداقل اون محقق میشه، درسته؟ بله. فکر کنید کی شما اگر با وکیلی صحبت کردید بهتون میگن کی شما با ادامه این ازدواج میتونید به هر حال آنچه رو که میخواید در جهت اقامت کانادا به دست بیارید؟ 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 3 سال دیگه؟ میخوام 2 سال دیگه. اوکی. بنابراین اگر مسئله این است و خبر خاصی هم نیست، نتیجتا شما میتونید تو 2 سال آینده آروم باشید، خودتون درگیر نکنید، به دنبال ساختن نباشید، به دنبال آمادگی در خودتون به نوعی باشید و یک کار دیگر رو هم حتما گرچه با توجه به توضیحاتون جایی نگرانی نداره انجام بدید، به اینکه باردار نشید. شما حامله نشید، چیزی رو هم نخواهید درست کنید که به خاطرش بجنگید. من خواهر برده کنیم، فکر نمی کنم اون اصلا اتفاق بیفته، ولی خواهر برادر خوب که ششگاری نداره، هم او تنها نیست، هم شما تنها نیستید، او همیشه تنها بوده، حالا نیست. شما هم که جدا شدید کنار او خواهید بود، بنابراین حداقل تا به حال که از واقعیت و عقل و هوش و اینا کسی استفاده نکرده، حداقل حالا با توجه به هدفاتون و شرایطی که دارید مشروط بر این که یک باردار نشید، دو درگیر نشید، سه ذهن و فکری برای درست کردن و ساختن رو که مایوستون میکنه، به همتون میرزه، غمگینتون میکنه، خشمگینتون میکنه رو نداشته باشید، یه جوری ایام رو میگذرونید تا ببینید چی میشه. شاید هم ایشون خواست عوض بشه، شاید هم همه چیز خوب شد، بنابراین این چیزی رو از دست میدید، یکی دو سال هم صبر کنید. یه سوال دارم دکتر، با توجه به حالا آب و هوایی که اینجا داره، با توجه به شرایطی که من پشت سر گذاشتم، مهاجرت کردم، ازدواج کردم، این طوفانایی که واسم اتفاق افتاد و کم نبود خودش، میخوام بدونم دکتر الان به خاطر استرابم و ناراحتیم آیا واقعا نیاز ندارم که مصرف کنم؟ حتما اون رو دکتر تشخیص میده، من که در شما اون چیز رو ندیدم، البته زمین ها برای اون رو دیدم. چرا بهتون گفتم شما دکتر باهوش هستید ولی هوشو دارید اجاره به یکی دیگه، عقل را هم که اصلا نمیدونم داشتید یا نه ولش کردید، گفتید کاری باید ندارم، با واقعیت هم که کاری ندارید، در یه دنیای ذهنی و تخیلی با یه خانواده‌ای و با یه نوع رابطه‌ای که اساساً اشتباه بوده از آغازش به اینجا رسید، ولی حالا اونا تموم شده است. بنابراین من فقط تنها چیزی که باز دارم توصیه بهتون میکنم که امیدوارم به عنوان اصل بگید، یک باردار نشید، دو در جهت درست کردن و ساختن همسرتون بر نیایید، سه دانایی ها توانایی های خودتون رو برای ماندن در کانادا افزایش بدید، چهار به هر حال به جنبه های رشد خودتون در یه زمینه هایی که فکر کنید وقت شما رو انرژی شما رو میتونه مصرف کنه و اذیتتون نکنه حرکت کنید تا ببینیم برای یک دو سال آینده چی میشه. ممنونم دکتر، مرسی از کمکتون. به هر حال مواظب خودتون باشید، امیدوارم همسرتون هم تو این زمان یک گونه ای به خود بیان و تصمیم به تغییر خودشون، تصحیح خودشون و یه رابطه خوب با شما داشته باشن، ولی خودشون به کمک خودشون. ضمناً اگرم روانشناسی میگیرید مطمئن باشید روان نشناس نیست، از اون کسانی که مثلا یه نگاه های عجیب و غریب غیر واقعی دارن، اونم فکر نمی کنم خیلی از ایران بتونن کمکتون کنن که چگونه در کانادا زندگی کنید. بنابراین گر یک کسی رو در کانادا و امریکا پیدا کنید، حداقل در کلیاتی، بعدم اگر فکر کنید از نظر استرابتون یا افسردگیتون یا خشم و عصبانیتتون موضوع هست که به نظر میرسه است، با یه روانشناسی فقط در این چارچوب، نه در چارچوب موضوعی دیگه، برای حل این مسئله است. بعدم شاید شنیدن ترس و استراب و وحشت و افسردگی و خشم و عصبانیت و استرس، این مجموعه هم بتونه کمکتون کنه. 28 ساعت رو اگر ندارید بگیرید بشنوید، امیدوارم یک کمی راه کشا باشید.